یهودیان بحرین پس از چندین دهه برای نخستین بار مراسم دینی خود را به طور علنی برگزار کردند این اتفاق در حالی رخ داده که شیعیان بحرین به رغم اینکه اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می دهند همچنان از سوی حکومت بحرین در برگزاری مراسم دینی و مذهبی به بحانه های مختلف در مناسبت های دینی با مشکل مواجه می شوند همکار علی اکبری گزارش می دهد. پس از دهه ها برگزاری مراسم دینی در خفا یهودیان بحرین در کنیسه منامه مراسم مذهبی خود را به طور علنی برگزار کردند. خبرگزاری فرانس 24 با انتشار گزارشی در این باره گفت این مراسم در راستای عادیسازی روابط بحرین و اسرائیل به رهبری ابراهیم نونو از رهبران یهودی این کنیسه برگزار شد خاخام الی عبادی رئیس انجمن جوامع یهودی حوزه خلیج درباره این مراسم گفت از سرگیری عبادت به صورت آشکارا تاریخ ما را در این منطقه زنده می کند وی مدعی شد نمازهای عمومی یهودیان بیش از دو هزار سال در این منطقه انجام می شد اما متاسفانه در سال 1947 متوقف شد از سرگیری عبادات مانند بازگشت به خانه است. نانسی خدوری نماینده یهودی پارلمان بحرین امیدوار است گشایش معابد یهودی بازدید کنندگان خارجی را به خود جذب کند. این مراسم یهودیان بحرین در حالی آزادانه و به طور علنی برگزار شده که حکومت آل خلیفه همواره پیروان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم را به بحانه های مختلف زیر فشار قرار می دهد و به آنها اجازه برگزاری مراسم آزادانه را نمی دهد. طبق اسناد و مدارک موجود حکومت آل خلیفه در ده سال اخیر دهها مسجد و حسینیه وابسته به شیعیان بحرین را تخریب و با خاک یکسان کرده است.